دولت‌های غربی که پرچمدار سکولاریزمند، پرچمدار بیدینی و بی احترامی به حقوق ملت‌ها و پیروان ادیان ابراهیمی هستند، دفاع از رژیم صهیونیستی را به عنوان مقدس‌ترین امر عالم فرض کرده اند و دنبال می‌کنند. اونقدر مسئله صهیونیسم و برپایی رژیم صهیونیستی برای اونها مهم است که حتی اجازه سؤال درباره مقدمات و ترتیبات و بهانه‌های تأسیس این رژیم نمی‌دهند. در برخی از این قدرت‌ها اگر کسی بخواد کاندید ریاست جمهوری بشه، باید تعهد خودش را به حمایت از صهیونیست و رژیم صهیونیستی رسماً اعلام بکند و در عمل اثبات بکنه. اگر یک کشوری در آمریکای لاتین یا آفریقا یا آسیا بخواد یک قراردادی ببنده با برخی از این کشورهای غربی، لازمه اون و مقدمه اون شناسایی رژیم صهیونیستی است، حمایت از اوست، برقراری رابطه اقتصادی با اوست. یک کانونی درست کردند، یک امر قدسی درست کردند، یک پدیده مقدس غیر قابل تعرض برپا کردند و همه متعهد شدند برای حمایت از او و او را محور وحدت خودشون قرار دادند و این باعث شد که دیگه جنگ ها و کدورت ها و جنایت ها از بین دولت های غربی به سایر ملت ها منتقل بشود. جنگ ها رو از خودشون دور کردند و به واسطه این وحدت و این رژیم جنگ ها رو منتقل کردند بین سایر ملت ها. حزب صهیونیست یعنی همین سران برخی از قدرت های غربی، خود اینها پشت صحنه هستند، اما یه چیزی درست کردن به نام صهیونیسم، یه چیزی درست کردن به نام مظلومیت یهودی ها، خودشون هم مقدماتش رو فراهم کردند، امروز هم خودشون صحنه گردانند. بعد از جنگ دوم جهانی یک ماجرایی رو پرداختند به نام نسل کشی یهودیان. در سرتاسر اروپا و کشورهای تحت سلطه قدرت‌های غربی یک نهضت ضد یهود برپا کردند. فضای تبلیغاتی، فضای روانی و از اون طرفم با موضوعی به نام کوره‌های آدم‌سوزی یک مظلومیت و یک محرومیت برای یهودیان اروپا دست و پا کردند. به بهانه این مظلومیت، به بهانه آسیب دیدن برخی از یهودیان در جنگ دوم جهانی و با موج یهود ستیزی، مقدمات تأسیس رژیم صهیونیستی رو برپا کردند. البته بعدها موضوع کشتار یهودیان رو که بعد از جنگ دوم جهانی مطرح کردند، اون رو به نام هولوکاست نامگذاری کردند و این موضوع رو اونقدر مقدس کردند که از همه مقدسات عالم بالاتر. چطوره که یک پدیده ای رو که بعد از جنگ برپا کردید و سال 75 نامش رو گذاشتید، 75 میلادی نامش رو گذاشتید هولوکاست، این رو به اونچنان امر مقدسی تبدیل کردید که اجازه نمیدید کسی درباره او سوال کنه؟ یه حوادثی در جنگ دوم جهانی اتفاق افتاد، مثل سقوط یک هواپیما. بعدن به بهانه این حوادث یک نسل کشی تاریخی پیوسته در فلسطین برپا کردند، یک جنایت مستمر در فلسطین برپا کردند و به خودشون اجازه دادند به بهانه هولوکاست هر جنایتی رو مرتکب بشند، حتی در اروپا زندانهای مخفی برپا کنند، انسانها رو بدزدند، با نام از قبل
اعلام کنند و ترور کنند. چرا اجازه نمیدهید از جعبه سیاه جنگ دوم جهانی رمزگشایی بشود؟ چرا اجازه نمیدید؟ ما میخوایم کمک شما کنیم، بیاید اجازه بدید این جعبه سیاه باز بشه، ببینیم چه خبر بوده، چه اتفاقی افتاده، کی عامل بوده، اگه کسی کشته شده کی بوده، کی مقصر بوده، کی حمایت کرده، ببینیم نقش سایر ملت ها در این قضیه چه بوده است. اگر خود سران غربی عضو حزب صهیونیسم نیستند، اجازه بدن یه گروه حقیقتیاب بین المللی بره رمزگشایی کنه از این پدیده. چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که به بهانه اون هنوز دارن جنایت میکنند و به جنایتکاران صهیونیسم مدال صلح میدند؟ در اروپا اتفاق افتاد، ما پیشنهاد دادیم در اروپا یه جایی بدید بهشون. اینا ممکنه جواب بدن و بعضیاشون هم جواب دادن، گفتن عجب، ما کلی مقدمه چینی کردیم که این یهودی ها رو از اروپا بیرون کنیم، شما میگید دوباره برشون گردونید تو اروپا. میگیم بسیار خوب، شما تحمل حضور این صهیونیست ها رو در منطقه خودتون ندارید، اما میخواد به ملت های منطقه تحمیل کنید. اما شما که سرزمین زیاد دارید، این سرزمین وسیع کانادا و آلاسکا یه تیکشو بدید اینا برن کشور درست کنن. سالی 30-40 میلیارد دلار دارید بهشون کمک میکنید، خب بدید اونجا برای خودشون کشور درست کنند. برخی از دولت مردانی که شبها خواب سازش با صهیونیست رو میبینند بدانند ملت فلسطین ایستاده است، ملت ایران و ملت‌های آزادی جهان ایستادند و تا آزادی تمام سرزمین فلسطین از پای نخواهند نشست. یه ماجرای اتفاق افتاد به نام 11 سپتامبر. ببینید چه کردند. به بهانه او افغانستان رو اشغال کردند، به بهانه او عراق رو اشغال کردند، به بهانه او صدها هزار نفر رو کشتن، هنوزم میخوان بکشند. دارن یه ماجرایی مثل هولوکاست رو دوباره شکل میدن. ما نصیحت میکنیم دوباره یه چیز مقدس درست نکنید، دوباره یه دروغ مقدس درست نکنید. اجازه بدید یه گروه حقیقتیاب بیاد ریشه‌یابی کنه، عوامل رو پیدا کنه، معرفی کنه، شر رو بکنه.